برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و برخورد سخت و خشن حکومت با مردم حاضر در این مراسم. تصاویر و گزارش‌های دریافتی امروز از شهرهای مختلف کشور از جوی به شدت امنیتی با حضور گسترده نیروهای انتظامی حکایت داشت. با این حال در بسیاری از مناطق کشور مردم برای شرکت در مراسم 40مین کشته شدگان اعتراضات آبان ماه تجمعاتی برگزار کردند و نیروهای امنیتی با ایجاد جو رعب و وحشت سعی در متفرق کردن مردم داشتند که به دستگیری برخی از آنها هم منجر شد. در برنامه امشب از شما می‌خواهیم از وضعیت شهر و منطقه خودتون بگید و به این پرسش پاسخ بدید که چرا جمهوری اسلامی ایران تا این حد حتی از برگزاری مراسم بزرگداشت بر سر مزار کشته شدگان ممانعت میکنه و موضوع رو امنیتی میکنه. بهترین راه تماس با برنامه روی خط برای شما که پیش از این شماره برامون ارسال نکردید از طریق شماره تلفن های برنامه است که تا لحظات دیگه خدمتتون عرض میکنم. کافی است که شما با ما تماسی بگیرید تا همکارانم بلافاصله شماره شما رو بگیرن و هزینه زیادی هم برای شما در واقع نداشته باشه. این چهار تا شماره که خدمتتون عرض میکنم راه های ارتباطی با برنامه روی خط، خواهش میکنم با این شماره ها تماس بگیرید. 202-382-7951 202-382-7643 202-203-4584 202-203-4268 هر چهار شماره با پیش شماره دو صفحه که آمریکا است که میتونید از اون طریق با ما در تماس باشید. درود بر شما عزیزان بیننده، همراهان خوب و همیشگی برنامه روی خط. قبل از اینکه بریم سراغ تلفن ها این نکته رو یادآوری بکنم که بر اساس حالا گزارشی که وبسایت های مرجع در این زمینه دادن، وضعیت اینترنت در حال حاضر در ایران مناسب نیست. اینترنت موبایل تا 95% قطع شده، یعنی فقط 5% امکان تماس اینترنتی از طریق موبایل هست و وضعیت کلی اینترنت در ایران هم وضعیت مناسبی نیست. در بسیاری از مناطق با قطعی اینترنت روبرو شدن مردم و در برخی از مناطق هم اینترنت به صورت خیلی ضعیفی در حال کار کردن هست. حالا به هر حال از طریق تلفن‌های برنامه که همین چند لحظه پیش خدمتتون عرض کردم میتونید با ما در تماس باشید، چون به واسطه وضعیت اینترنت در ایران خیلی فیلم‌ها و ویدیوها دیگه کمتر داره منتشر میشه و میرسه و شما از طریق تلفن میتونید بگید که مثلا در منطقه خودتون، در شهر خودتون چه وضعیتی حاکم بوده و در حال حاضر وضعیت چگونه است. بریم سراغ تلفن ها. آقای علی از شیراز روی خط ما هستن. آقای علی درود بر شما. آیا در شیراز مراسمی برگزار شده یا مردم در واقع مراسم 40مین کشته شدگان شرکت داشتند یا خیر؟ و اساسا بفرمایید که چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد وحشت داره از برگزاری یک مراسم عزاداری برای 40مین در گذشتگان؟ بله، با درود. من شیراز نیستم، از استان دیگه هستم، چون قبلا از شیراز تماس گرفتم به اون دلیل هم که شیراز تخت میشه. بله بله. حکومت تجربه 57-56 رو داره، یعنی اون خدا بیامرز بزرگترین فرصت ها رو در اختیار آشوبگران گذاشت که اون موقع به اصطلاح میخواستن مراسم 40مین درگذشتگان فلان شهر رو در تبریز برگزار کنن که الان آذربایجانی ها نمیدونم انگار من آذربایجانه، آذربایجان سال 53-57 انگار مرده، انگار دیگه اصلا آذری ها نمیخوام تکون بخورم. من نمیدونم، من خودم آذری هم و با این چیزایی که از آذری ها میدونم خجالت میکشم بگم من آذری هم، انگار که آذربایجان واقعا انگار خاک مرده رو آذربایجان پاسیدم. کاری ندارم، حکومت تجربه اون سال رو داره و میدونه الان یعنی با کوچکترین فرصت مردم بلایی در این حکومت میارن، یعنی 40مین و 20مین و همه اینا فراموش شده.
یعنی بذاری واقعیت بگم بنزینه، البته اونایی که مردن کشته شدن و شهید راه به اصطلاح سرنگونی حکومت سید علی و خمینی و این جمهوری جهل جور و فساده، روح همه شون شاد و راه همه شون هم ادامه دار، اینو مطمئن باشید. امروز هم که دیدیم در اکثر مناطق کشور به شدت امنیتی بود، یعنی گاردای ویژه، یگان ویژه، مامورای غیر ایرانی که با اون قد قامت عرض میخوام دو متر و اندشون شبیه گول هستن، یعنی اینا رو کجا پیدا میکنن میارن، کجا پرورش دادن اینا رو. من واقعا آرزو میکنم که هر چه زودتر این اوضای امنیتی رو بچینن و بیان به سمت مردم، حتما بیان به سمت مردم، به خدا مردم آغوششون بازه برای این نظام. بله بسیار سپاسگزارم آقای علی، خیلی ممنونم. چون دوستان دیگه هم زیاد پشت خط هستن، سعی میکنیم که تماس ها رو حتی امکان کوتاه بگیریم. از بقیه دوستانی هم که بعد از این میان روی خط، من این خواهش رو میکنم که یه خورده جمع و جورتر و مختصرتر صحبت بکنن. بریم سراغ آقای محسن از نیشابور، بیننده همیشگی ما، اومدن روی خط. آقای محسن بفرمایید که اساساً یک مراسم چهلومی که حالا قراره گرفته بشه برای کشته شدگان حالا سراسر کشور در جاهای مختلف کشور، چرا با این برخورد سفت و ایجاد فضای شدید امنیتی مواجه شده؟ آقای محسن نیشابور، خب صدای آقای محسن رو نداریم. بریم سراغ آقای میلاد از کرج. آقای میلاد، میدونیم که کرج امروز یکی از مناطقی بود، در واقع بهشت سکینه، یکی از مناطقی بود که از قبل قرار و مدارهای گذاشته شده بود برای مراسم چهلوم پویا بختیاری. آیا شما اطلاعی دارید از اون؟ و اگر نه که حالا نظرتون راجع به سوال برنامه را میشنویم. بله بفرمایید. متاسفانه یه مشکلاتی تو تلفن ها، همه اینترنت اینا مشکلاتی داریم، واقعا اصلا امکان ارتباط نداشتیم، حالا به زور داریم ارتباط برقرار کنیم. اگه صدای من واضحه آقای بهرامی بگم. صداتون قشنگ خوبه، میشنویم، بفرمایید. ببینید آقای بهرامی، حومه کرج خیلی امنیتی بود، جو امنیتی و ایجاد رعب و وحشت که واقعا با موتورسیکلت ها مردم رو تهدید میکردن. ما اون وقت نتونستیم بریم، ولی اومدیم این وقت. یه دونه از ارمام نزدیک همون که میگم تو همون اختزاشات، تو همون مثلا اعتراضات نمرده بود، مرگ مرزی شده بود، بعد هم پود کرد. در اون اومدون تو بیری سکینه ماهتشت اومده بودیم اونجا، اونجا هم جب نسبتا امنیتی بود، ولی این خانواده یکی از نزدیکان ما قبول کردن که خانواده حتی قبول دادن به اینا که مثلا دفت کنم. بس جالب اینجاست که پسرشو بردن تو بسیج فعال بهش دادن، سریع و سه پسرش هم که خیلی کم زنده ساله. ولی با این مشکلاتی که ما داشتیم، من تبریزم با این خواهرم ارتباط داشتم، گفت اینجا اصلا انگار که داعش ریخته بیرون، انقدر این داعشی ریختن به جون مردم، انقدر ترس و ایجاد رعب و وحشت میکنن، مردم میترسن اصلا تحرکی داشته باشن. ولی میخواستم اینو بگم، بگم واقعا مردم باید اینجوری هم نباشه، ما دست خالی متحد باید باشیم، دست خالی هیچ کاری هم نمیتونیم کنیم. حتی یه اعتراض باعث ایجاد رعب و وحشت تو توی خود رژیم شده، واقعا خود رژیم خیلی وحشت کرده. این دیکتاتور آخر پایان دیکتاتوریه و واقعا هم دارن میترسن. اگه میتونن نیروهای نظامی واقعا به مردم کمک کنن، مردم دیگه آخرین امیدشون به ایناست، کی میتونه مگه باشه؟ بله آقای میلاد سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما. همین نکته که آقای میلاد اشاره کردن در پیام هایی که ما دریافت کرده بودیم بود و خیلی ها پرسیده بودن. خب سری قبل به این بهانه که در واقع اینها اشرار هستن، مثلا دارن بانک آتیش میزنن یا دارن اماکنی رو در خیابان تخریب میکنند، در واقع بهشون تیراندازی شده و بگیر و ببند شده و چند هزار نفر دستگیر شدن اینها. ولی امروز که یک مراسم نمادین چهلوم بوده برای یاد و خاطره اون کسایی که در اعتراضات آبان 98 در واقع کشته شدن، پس دلیل این همه قدرت نمایی و سختگیری و در واقع اون کارهایی که حالا شاید در طول برنامه فرصت بشه یا بیننده های بیان روی خط بگن، که مثلا بسیاری از آدم ها رو که خیلی عادی داشتن از خیابون رد می شدن، نگه می داشتن، موبایل هاشون رو چک می کردن، شماره ماشین هاشون رو برمی داشتن، از خیلی از مردم عکس می گرفتن، یعنی ایجاد فضای رعب و وحشت، اصلا به چه دلیلی؟ حالا دیگه این دفعه که دیگه کسی نه بانکی آتیش زده نه مراکزی رو تخریب کردن مردم. به هر حال این یک تناقضی است که باید بهش حتما پاسخ داده بشه. بریم سراغ تماس بعدی که آقای امیر هستن از فرانسه. آقای امیر، شما به سوال در واقع دوم ما پاسخ بدید که فکر میکنید که علت این که این همه حکومت جمهوری اسلامی تلاش میکنه که
قدرت نمایی بکنه و فضای رو با وحشت ایجاد بکنه چیه؟ میبخشید صدای منو داریم؟ بله آقای امیر، میشنویم صداتون. شنوندگان و بینندگان رادیو آمریکا، خواستم بهتون فقط توضیح بدم که در این مورد بالاخره این همه ظلمی که اینا دارن انجام میدن، علیه مردم میکشن، همه هر کاری دلش رو میخواد انجام میدن و تمام کشورهای دنیا ساکت موندن به خاطر این همه جنایاتی که در ایران میشه، به جز اینکه مثلا کشور آمریکا میخواد دو تا از قاضیهای دادگاه‌های جمهوری اسلامی رو تحریم کنه و هیچ به جایی نمیرسه. این همه تحریم ها و این همه کارهایی که دولت‌های دیگه انجام میدن پشت پرده دوباره دارن با دولت ایران از لحاظ اقتصادی باهاشون فعالیت دارن، از لحاظ اجتماعی با دولت ایران فعالیت دارن. حالا آقای امیر، ما معمولا به بیننده‌هامون میگیم که از موضوع خارج نشیم. این سوال رو شما جواب بدید که این همه دلیل اینکه حکومت تا این اندازه از فضای رو با وحشت استفاده میکنه چیه؟ خب به خاطر اینکه برای اینکه سر حکومت بمونن اینا همه کاری میکنن، حالا براشون فرق نمیکنه. اینا میدونن که اگر اتفاقی بیفته تو ایران، اگر قرار باشه که مسئله پیش بیاد، جایی برای فرار ندارن. یعنی هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن که مردم دوباره به خیابونا نریزن. این ترسیه که از این دارن که یه روزی یه مسئله واقعا مردم بریزن و حکومت رو عوض کنن. اینا از این میترسن. بله، بسیار سپاسگزارم جناب امیر. ترسشون هم اینه. من فقط خواستم دوباره تایید کنم بگم که آقا این همه تحریمایی که انجام میدن برای اونا میشینن میخندن، برایشون مهم نیست که کارهایی که کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی انجام میدن. اگر واقعا میخوان کاری انجام بدن میتونن انجام بدن و فشار بیارن روی دولت ایران. بله، ممنونم، سپاسگزارم. خیلی متشکر جناب امیر. به دوستان دیگه هم فرصت برسه که پشت خط هستن. آقای ابوالفضل از زاهدان نفر بعد پشت خط ما هستند. آقای ابوالفضل، شما بفرمایید که علت این همه ایجاد فضای رعب و وحشت نه امروز، از چند روز گذشته تا به حال در داخل ایران چیه؟ آیا بجز این بود که مردم می‌خواستن بیان یک مراسم نمادین 40 برای جوان‌های کشته شده در اعتراضات آبان ماه برگزار کنن؟ با سلام به شما آقای بهرامی و همه شنوندگان عزیز. متشکرم. ببینین، با قطع اینترنت و هر کاری که اینا بخوان بکنن خودشون میدونن، یه به مرحله رسیدن که اگه یک روزی به مسخره میگفتن امامتون رو توی ماه داریم میبینین، الان با این اتفاقی که افتاد خداوند یک خصوصی درست کرد که اگر کسی نتونست بیاد، ولی ملت دیدن که یک لحظه ماه رو خورشید و قشنگ تونست بپوشونه. امروز در سراسر ایران یه اتفاق افتاد. حالا شاید هم شانسی بوده یا اتفاقی بوده که همچه اتفاقی رو خدا نشون داد تا شاید نشون بده به اینایی که تو آقای خامنه ای حل شدن یا دنبالروی آقای قاسم سلیمانی اصلا بدونن که ظلم پایدار نیست. بسیار ممنونم آقای ابوالفضل عزیز از زاهدان که شما هم در برنامه مشارکت کردید، نظرتون رو مطرح کردید. بریم در این فرصت یک پیام صوتی رو که شما عزیزان برامون فرستادید بشنویم، برمیگردیم با بقیه دوستانی که پشت خط هستن صحبت خواهیم کرد. آمینم اینو واسه نمیذارم، واسه اینکه خودشون میترسن. اینا شاد است گرفتن واسه اینکه دیگه کارامو تکرار نکنم، لغزش نکنم. به خاطر همین نمیذارن که بیان واسه اینا عزاداری کنن. سایه 49 کشته شدگان اعتراض آبان ماه. قبل از اینکه خطای بعدی رو بگیرم، یکی دو تا از پیام‌های شما رو هم که به صورت نوشتاری برام فرستادید میخونم که دوستان گله و شکایتی دوباره نکنن از ما. دوستی نوشته این که مانع از عزاداری هموطنان مظلوم هم شدند، هیچ دلیل عقلی ندارد، اما این ممانعت نشانه ای است که رژیم تعادل عقلی و تصمیم گیری درست را از دست داده است و عنقریب دره عمیق را با مسیری هموار اشتباه میگیرد و در قعر دره به درک واصل می‌شود. آن روز نزدیک است.
این نظر یک بیننده‌ای بود که برای ما فرستاده بودن. دوست دیگه‌ای نوشته وضعیت رژیم به گونه‌ای شده که در حال حاضر از سایه خودش می‌ترسد و سران و دار و دسته جمهوری اسلامی کاملاً متوجه شده انقلابی که در سال 57 ترتیب دادن انقلابی بود که توسط افراد سیر، یعنی غیر گرسنه منظور، صورت گرفت و انقلابی که الان در روبروش قرار گرفتن انقلاب گرسنگان خواهد بود. قطعا انتقام سختی برای جمهوری اسلامی در راه است. با این تفاوت جمهوری و این تفاوت را جمهوری اسلامی عمیقا حس کرده است. و پیام های بیشمار دیگه که لطف کردید برای ما فرستادید، حالا اگر فرصتی شد مجددا بخشی از پیام های شما را خواهیم خوند. بریم سراغ تلفن های دیگه. آقای رضا از تهران روی خط ما هستن. آقای رضا درود بر شما، صحبت های شما رو میشنیم راجع به موضوع برنامه امشب. سلام علیکم. سلام باشه. عزم حضورتون که خداوند دو جا، بله بفرمیم میشنمیم آقای رضا. میگن که حالا برنامه اینه که خب اول از اون مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، این ترس اینا که قشنگ معلومه. و این یه پیروزی بزرگ بود برای ملت، چون اگر یه نفر و آدم ارزش براش قائل نیست اصلا اهمیتی نمیده. ولی اینا حالا نشون دادن که چقدر ملت از ملت میترسن و چقدر برای ملت احترام قائلن که اینقدر آدم میفرستن. بعدم ملت هم دستش آغوشش باز نیست اینا هر موقع بخوام بیان تو آغوش ملت. اینا خیلی اذیت کردن. خدا دو جا خندش میگیره، یه جا یکی رو میخواد ببره بالا همه میخوان بیارنش پایین، یه جا هم هست یکی رو میخواد بیاره پایین همه جمع میشن بیارنش بالا. آقا خدا بر اینا قهر کرده اینا رو میاره پایین، حالا یا از این راه یا از راه دیگه. اینا دیگه شانسی ندارن که این همه آدم، شهرام جان، این همه آدم که حقوقای اینا رو حساب بکنین، اگه این حقوقا رو بذارین رو هم واقعا نمیخواد نفت رو ببرین، بنزین رو ببرین بالا. شما نگاه کنین در کل کشور ایران اینا چقدر سرباز گشتن، هر کدوم اینا رو 3-4 میلیون حقوق ماهیانه شون رو حساب بکنین، حقوق سالیانه شون رو حساب بکنین، سالی مثلا اینا فکر کنم 100 میلیون رو بگیرن، حساب بکنین در سطح کل کشور چقدر پول خرج 10-15 تا پیرمرد هپوپو میشه که این پول و عظمت رو خرج میکنن که این 10 نفر رو اینا مواظبت کنن. آخه نمیشه شهرام جان که در مملکت رو هر وقت دلشون میخواد میبندن، اینترنت رو میبندن، میفتن به جون مردم. مردم هم دیگه کسی نیستن، یه عده که پیر مرد پیر زنن که جلو نمیان، یه عده هم که بچن جلو نمیان، مونده یه عده مخصوصی که این بیچاره ها رو میزنن، شلاق میزنن، زندان میکنن، اعدام میکنن. کل دنیا هم ساکت نشسته. باید یونایتد نیشن یه چاره ای درست کنه برای مملکتی که اینقدر ظالمه. آخه نمیشه که در مملکت ببندی دورش هم خالی بکنی هی مردم رو بزنی، این غیر انسانیه، این عذابه. بله آقای رضا، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما. حالا اشاره هم کردید به سازمان ملل متحد یونایتد نیشن که حالا بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حتی افراد حقیقی درخواست هایی کردن از شورای امنیت سازمان ملل متحد که به وضعیت در واقع سرکوب مردم در ایران رسیدگی بشه و اون رو جنایت علیه بشریت محسوب بکنه. حالا شاید در آینده نزدیک این در واقع شورای امنیت سازمان ملل وارد بشه این قضیه رو بررسی بکنه، که البته با حضور کشورهایی مثل روسیه و چین، اینکه حدس بزنیم که ممکنه که بیانیه‌های خیلی سفت و سخت جدی علیه جمهوری اسلامی یا تحریم‌های خیلی قوی‌تری علیش وضع بشه یه خورده دور از ذهن به نظر میرسه، چون مورد حمایت اون دوتا کشور حداقل هست جمهوری اسلامی. بریم سراغ یک تماس اسکایپی که آقای بابک از سوئد روی خط اسکایپ ما هستن. آقای بابک درود بر شما، نظر شما چیست؟ این همه در واقع بگیر و ببند و ایجاد رعب و وحشت در مقابل مردمی که میخواستن مراسم 40 برگزار کنن بابت چیست؟ بابک هستم، با من هستین؟ بله بفرمایید آقای بابک. با درود خدمت شما. این رژیم خیلی پوشالی هستش، همین حرکتی هم که قبلا نشون داد تو همین ماه آبان نشون داد که
نفر کم داره، ریزش خیلی زیادی داره درش، رفتن حتی لباس کردن تن ارتشی آوردنشون، یه وقت یه تعدادشون رو آوردن برای توی خیابون. اینا شما اگه دقت بکنیم تمام آمارایی که رای گیری شده اینا همون 15% هستن، یعنی همون 5% از 10% هم میخرن، مزدور میخرن برای اینکه براشون به حساب اسلحه بکشن. اینا تو همین انتخابات گذشته هم زمانی که این آقای رئیسی اومد این 16% بیشتر نیورد. این حد اقلی اینا رو قشنگ چه خود رفسنجانی که اعلام کرد که ما با 15% حکومت میکنیم، در تمام این طول این مدت قشنگ نشون میده که اینا تعدادشون اونقدر نیست. اینا حتی از توی فوتبال که برگزار میشه این هولیگانایی که توی استادیوم هستن از اونا هم میترسن، چه برسه دیگه با یه سری کسانی که واقعا جوانایی که حقشون رو میخوان. خود همین رهبر عظیم الشأن انقلاب که همین خامنه‌ای باشه، این خودش پشتداری کرد در سینما رکس آبادان. اگر کتاب حسین بروجردی رو شما مطالعه بفرمایید، تو اون کتاب خاطراتش نوشته که یک شخصی با یه پیپ با عینک اومد به ما اونجا پشت یه پیکانی به ما چیز داد، خرج توپ داد. این خرج توپ رو ریختن تو تمام راهروی سینما رکس آبادان که سینما 400 نفر اون تو به اون شکل در آن واحد همشون سوخت. اینا تازه اینقدی هم که این خامنه‌ای کشته باشه باز یک دهم کشته‌ایه که خود خمینی انجام داده. بله بسیار سپاسگزارم جناب بابک، چون دوستان زیادی هم پشت خط هستن. سپاسگزارم از شما که اومدید و نظرتون راجع به سوال برنامه امشب روی خط مطرح کردید. بریم سراغ تلفن ها. آقای ابراهیم از تهران روی خط ما هستن. آقای ابراهیم نظر شما چیست راجع به سوال امشب برنامه روی خط؟ سلام، ممنونم، متشکرم. ببینید عزیز من، یک ایان چه حاجت به بیانه. همه جای ایران امروز هر گوشش میری و مردم دلشون خون از اینا تو صف نوبایی با نیستی فلان فیسار، هر کجا هر خیابون تو تاکسی 90-97% 95%شون میگن اینا چه پلن ما رو در بازن این چند ساله. آقا من چیزی بگم به شما، بفرمایید. ما بغل ساختمانمون یه ساختمان دارن میسازن، گوش میکنی؟ بله بفرمایید. یه ساختمان دارن میسازن، بعد این صاحبکار که اومد به یه افغانیه گفت بیا نمیخوام کار کنی اینجا، چرا اینجوری امروز کار کردی فلان و پیچار؟ آقا یک کارت از جیبش در آورد، مال سپاه ایران بود افغانی، گفت من تو افغانستان نمیدونم تو این گروه فاطمیون زینبیون چی بوده رفته سوریه، یه چی خورده بود پشت مایچک از اومد در اومده بود. خب گفت ماهی 3 میلیون تومن داره من سپاه به من میده، برو دیگه کارت هم نمیخوام اصلا، من میرم اصلا برای افغانستان دیگه. بله. ما این 3 میلیون دارن میدن به این آقا. خب بچه من که میخوام برم اسمشو بنویسم برام مهد کودک میگه 7 میلیون بده. بله سپاسگزارم آقای ابراهیم، خیلی ممنونم. البته دوستان دیگه هم پشت خط هستن، ولی این نکته که اشاره کردن آقای ابراهیم خب چیزیش که قبلا هم راجبش خیلی صحبت شده، حضور نیروهای خارجی مثل فاطمیون افغانستان یا زینبیون عراق یا حالا به هر حال گروه های دیگه که با در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری نزدیک دارن و دور از ذهنم نیست که اینها به هر حال در داخل اون جامعه دارن زندگی میکنن و حضور دارن. سپاسگزارم از آقای ابراهیم. بریم آقای محمد از زاهدان روی خط ما هستن. آقای محمد امیدواریم که البته تماس با کیفیتی با شما داشته باشیم. شما هم بفهمید که نظرتون چیست راجع به این نوع قدرت نمایی و ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی حکومت جمهوری اسلامی. درود بر شما جناب آقای شهرام دارم. ببینید جمهوری اسلامی رحم به خود خودیش نداره. با کروبی چه کار کردن؟ با موسوی چه کار کردن؟ با اون گربه نره چه کار کردن؟ این رفسنجانی رو بگیم آمد یه دروغی گفت، این نفهمترین شخصی که میتونست بیاد از دست کار اوورد، با خودش چی کار کردن؟ اینا با خودشون رحم ندارن، به مردم بیگناه ایران رحم ندارن. نگاه نکنید زمان شاه خدا بیامرز من نمیخوام مردمم کشته بشن، گذاشت رفت. اون جایی داشت که بره، رفت
مصر با این افتخار تشییع جنازه‌اش کردن. اینا کجا رو دارن برن؟ برای اینه که نمیتونن بذارن و برن، جایی ندارن برن، برن عراق میگیرن، برن سوریه میگیرنش، برن هر کجایی که اینا برن مجبورن که گیر بیفتن، محاکمه بشن. این برنامه ولی این شد که جمهوری اسلامی بایستی تمام زور خودش رو بزنه و این زور رو تا آخرش تونست بزنه. زاهدانی که هیچ خبری نبود، زاهدانی که تو انقلاب شراکتی نداشت، ببینید الان تو خیابونای زاهدان چه خبره. بله، متشکرم جناب محمد عزیز که در برنامه اومدید و نظرتون رو مطرح کردید. تماس بعدیمون آقای رضا از آمریکا هستن. آقای رضا درود بر شما، صحبت‌های شما رو می‌شنویم راجع به موضوع امشب برنامه روی خط. الو سلام علیکم، وقتتون بخیر. متشکرم. می‌خواستم که خدمتتون عرض کنم که در رابطه با موضوع امشبتون، حدود 40 سال پیش که این فرقه تبهکار اومدن، خودشون همه با حضور اسلحه و آدمکشی و آتش زدن و جنجال و آشوب خودشون از سر کار و الان هم که متاسفانه تو این یکی دو ماه اخیر این مسائل پیش اومده، واقعا ضربات روحی سختی به ملت ایران خورده و به نظر من دیگه جمهوری اسلامی به گزینه خودش انتخاب کرده. تنها راه مبارزه الان مبارزه مسلحانه هست، باید مردم مسلح بشن و تمام افرادی که مردم و زن و بچه مردم ها کشتن، دونه دونه اینا زن و بچه های خودشون رو بکشن تا یه مقدار اینا هم از ترس در اینا ایجاد شه. چون شما تا زمانی که با مشت و سنگ دید و صابون و اونا هم با آرپیجی و دوشکا و با اسلحه بیان جلوی شما 5 میلیون نفر بریزین تو جابون، اونا همه شما رو خواهند کشت، به هیچ کس جوابگو نیستن، اصلا براشون مهم نیست. خودشون هم گفتن 10 میلیون 15 میلیون نفر آدم هم پیران باشه ما بشیم حکومت کنیم کافیه و فقط ما بتونیم کشورهای دیگه بتونن از طریق کردستان، زاهدان، از طریق مرسا اسلحه به دست مردم برسونن. و یه اشتباه استراتژیک هم که ایران کرده، به زور همه جوانای مردم رو فرستاده سربازی. یعنی تقریبا 80-90% جوانایی که بین 20-30 سال هستن طرز کار مستر رو بلدن و حداقل یک میلیون دو میلیون نفر از این جوانا بتونن مسلح بشن و درگیر با اینا بشن و ترس در اینا ایجاد شد، این پروژه که قراره یه سال دو سال طول بکشه و کلی آدم از مردم ایران از بین برن، مقدار زیاد نیروهای سپاه تو ارتشام دخالت نخواهند کرد. نیروهای سپاه مزدور که فکر نکنم بیشتر از 7000 نفر باشه یا 1 میلیون نفر باشن، یه مقدار از اینا کشته بشن، اینا هم از اون اوباحتشون عبه میره و مردم شجاعت بیشتری پیدا میکنه. ولی تا زمانی که مردم مستقل نشن هیچ راهی نداره و حتی تظاهرات بیشتر بشه باز هم کشتان متاسفانه بیشتر خواهد. ممنونم جناب رضا که شما هم اومدید و نظر خودتون رو مطرح کردید در برنامه. آقای احمد از تهران نفر بعد روی خط هستن. آقای احمد زمان زیادی از برنامه نمونده، مختصر و مفید شما هم نظرتون رو بفرمایید. آقا سلام عرض کردم. من میدونم آخرین نفر همیشه همین فرصت من ندارم. ببین امروز نیروهای انتظامی کنار بیساره بوده، اما دور میدان ها و چهارراه ها از این بسیجای حرمزاده یک بار مصرف سپر و باطون بدن ایستاده بودن. البته این نیروهای یک بار مصرف حرمزاده ها جا به جا شد، یعنی از این شهر به اون شهر هر شهری را جا به جا کردن که شناخته نشن و برای 10 کیلو برنج و 5 کیلو روغن با 300 تومان پول آدم میکشن. من یه چیزی رو میخوام بگم آقای بهرامی مذارم میخوام ببین، اگر این رژیم خونخوار مردم ایران که حق طلب به حق خودشون رو میخوان اختشاش کر به آشوب کرد میدن، پس باید گفت که حسین ابن علی هم اختشاش کر بوده دیگه، علیه یزید با ستم کاران بوده. حق طلب با هم هیچ فرقی نمی کنه که حسین باشه، چه حسن، چه پویا بختیاری، چه ستار بهشه، چه نرگس محمدی، فرقی با هم ندارن. در کربلا شمر سنان خودی من خوندم همه اینا را برای دیدار جسد ها مانع نشدن، اما این آخوند ها مانع همه چیز هستن. اگر این آخوند ها در کربلا بودن همه را قطعا میکردن که هیچ رفتر نوامی سن همه تجاوز میکردن که در ایران کردن. قد پیش این آخوند ها یزید خیلی شرف انسانیت داشت و برای رژیم ایران نهادهای جهانی هیچ حکی ارزش نداره به پوش و هر هیچ کی نمیکنه و باید جهان یعنی شورای امنیت سازمان علیه اینا باید بلند یه جنگی بشه، مردم هم جرأت پیدا کنن همه را از بین میبرن. بسیار سپاسگزارم، ممنونم جناب احمد عزیز. و در انتهای برنامه واقعا مثل همیشه عذرخواهی میکنیم از همه عزیزانی که چه توی اسکایپ چه توی تلفن ها با
پشت خط موندن و فرصت نشد بیان روی خط. عزیزانی که پیام‌های صوتیشون رو نتونستیم پخش بکنیم واقعا عذرخواهی می‌کنم از همتون، و دوستانی که پیام‌های نوشتاری فرستادن. تا فرصتی دیگه شاد باشید و تندرست. این صدای آمریکاست.